حالتی بر ما آمده، حالتی بر ما آمده بر کشور ما که ما یک تعداد به نام طالب، ما که در کابل هستیم و جز دولت هستیم، ما را نوکر امریکا کافر میدانه و قابل قتل میدانه. اما ترسیانی دیگه طرف ما گوش بگین، دیگه طرف ما اونها را نوکر پاکستان زیر ترقی زیر صلح میدانیم و این میترکی بین خود بفتیدیم و داریم هم دیگر میکشیم. کشور ما به صلح نیاز داره، نه به نفرت افغانی. همه ما از بی خاک هستیم. یارتان از بزرگای عزیز وطن، خصوصا بزرگای مجاهدین، یادآوری میکنم 4 و نیم سال پیش در کنر توسط امریکایی ها بمباری شد و در او بمباری به نام طالب یک خانواده سر تا پای از بین رفت. 14 نفر کشته شد، پدر، مادر، دختر، برادر، کاکا، همش. یک دختره که 4 ساله زنده موند که ما و سپنگتان صاحب و برادرها به دیدنش به شفاخانه فرانسوی ها رفتیم. به دیدن او دختر 4 ساله کنری به شفاخانه فرانسوی ها رفتیم. او دختر در رویش پنبه ماندگی بود. دکتر گفتم پنبه را چرا پس نمی کنی؟ گفت نکو پنبه را پس. گفتم چرا؟ گفت نکو پس. پنبه را که پس کردم روی دختر نبود، روی دختر ای خاک. او دختر نه پاکستانی بود، نه ایرانی بود، نه چینایی بود، نه هندی بود. اگر شما کنه را جز افغانستان میدانید، اگر شما کنه را جز افغانستان نمیدانین، او دختر خارجی بود. اگر شما کنه را جز افغانستان میدانین و هلمند جز افغانستان میدانین و او مردم از خاک میدانین، در غم اونام باشین. او دختر 4 ساله امروز در امریکاست. ما امریکا روانش کردم برای تعلیم و صحت. چشمش کور ماند. لحاظا وطندارای عزیز، هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، در کشور ما دست خارجی به شدت داره نفرت می افگنه در بین مردم ما. و ما آرزوی میست که اون متر که ما در زمان شوروی جهاد میکردیم و ظلم شریوی را بر مردم ما و بر خانه های ما و بر دهات ما درست نمی دانستیم، بمباری امریکا را هم بر خانه های مردم افغانستان درست بدانیم. مجاهد نمی تواند که یک بمباری را درست بگوید دیگه بمباری را تایید کنه. مجاهدت برای ملت افغانستان باید باشد، نه به خیر این کشور خارجی یا او کشور خارجی. مجاهدت برای اتحاد و اتفاق افغانستان باشد. چند روز پیش حاجی آمده بود در ننگرهار در اچین، بمباری امریکا در خانه شد. کسایی که به استقبال و به خیر مقدمش آمده بودند 18 نفر شهید شدند. گوشت های کلشان در یک بخچه جمع کرد و عکساش بار آمده بیرون، شما دیدید. لحاظ هموطنان عزیز، امروز ما میبینیم که کشور ما مورد دسایس شدید خارجی برای طرف قبلی است. مطالب برادر خطاب کردم، بساری تان خفه شدی، بساری تان گفتین چرا برادر خطاب میکنی؟ دیروز ما خوشبختانه باز هم از اسلامی را برادر خطاب کردیم و پس آوردیم به میان خود. فردا طالب هم جز از خاک به خاک می و صاحب صلح میشن در خاک خود. لحاظ بر صلح و امنیت کار کنیم، برای برادری کار کنیم. مهرمان ملی ما دکتر صاحب عبدالله حاضر بدن، ما اونا تنها به تنها ششتیم. زمانی که با مقابل طالبان استاد شدم، اونجا هم سر ما اتهام شد، قسمی که امروز یک برادر ما کرد. بعضی ها در اونجا سر ما اتهام کردن که وقتی با مقابل طالب استاد شدم، گفتن کرزی به شورای نظار و به جمعیت فروخته. گفتن که کرزی از استاد ربانی پیسه گرفته. ما گفتم بسیار خوشحال هستم که سر ما اتهام پیسه گرفتن از استاد ربانی است. خوب است که نگفته که از آیسای گرفته یا سیایی گرفته. او شرم می بود. جور باشین، بخیر باشین، بخیر باشین، خدا حافظتان، کامیاب باشین و تیار باشین. و امو برادر که صدا کرد کجاست تو باش تو، تو باش تو، تو باش تو. امو برادر که صدا کرد که مرگ بر کرزی کجاست، بیا که جوبستانی کنیم، کجاست بیار شو، کجاست شسته همینجا هست یا نیست؟ بیا خدا بیار، 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 بیا 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 بیا
اتحاد و اتفاق افغانستان است، خارجی ها بدانند که ما را به تفرقه انداخته نمیتانند. این با هم یک استیم مرد اجازه بدین. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پرژده اجازه بدین. چنه پروان رو بس چنه اجازه بدین. بزرگای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه. بشینین قرار بشینین. خیر و خیرت است.